امروز توی این ویدیو قرار نکاتی رو بهت بگم که 100% با انرژی زنونه و زنونگی تو رابطه مستقیم داره. قراره یه نکاتی رو بهت بگم که 100% برای داشتن رابطه سالم و امن باید بدونی. در واقع این نکات گیرهایی هستن که ما توی رابطه بهش بر میخوریم و در واقع میفتیم توی تله. و اون نکاتی که میخوام بهت بگم شامل رفتارهایی میشه که تو به هیچ وجه نباید با همسرت، با شریک عاطفیت، با پارتنرت، با اون کسی که در حال حاضر باهاش توی رابطه هستی یا حتی میخوای باهاش وارد رابطه بشی نباید انجام بدی. مورد اول اینه که تو بیش از اندازه نیازمند رفتار کنی. ببینیم بچه ها، یک تفاوتی وجود داره بین احساس نیاز و نیازمند بودن. من به تو احساس نیاز میکنم ولی نیازمند تو نیستم. حالا بیا تفاوتش رو برات توضیح بدم. خیلی از خانوم ها از اون احساس نیاز خودشون رو تبدیل میکنن به فردی که نیازمند یک مرده. یعنی من بدون وجود تو نمیتونم از پس کوچکترین کارهام بر بیام. چرا دارم این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه من به عنوان یک زن باید بتونم تمام کارهام رو خودم پیش ببرم، اگرچه از تو یک مرد کمک میخوام و انتظار میره که تو یک سری کارها رو برای من به صورت اتوماتیک انجام بدی. ولی این که من به کل فراموش کنم کی هستم، چی هستم و چه قابلیتهایی دارم و چه کارهایی میتونم برای خودم و زندگیم بکنم، این منو به سمت نابودی میبره. چرا؟ چون یک مرد زمانی که بدون شما میتونید تمام کارهاتون رو خودتون انجام بدین و پس همه چیز بر بیاین، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ کاری، چه از هر نظر که شما فکر کنین، اون وقت احساس نیاز تو به اون مرد احساس خوبی میده. ولی اگر برعکسش این اتفاق بیفته و فکر کنه که اون آدمیه که میتونه از پس تمام نیازهای تو بر بیاد و تو نمیتونی از پس کوچکترین کارهات بر بیاد، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که شما اون قدرتتون رو در آوردین، گذاشین کنار و دیگه شما موجودی قدرتمند نیستین. اگر کسی، چه مرد چه زن، قدرت نداشته باشه، یعنی جذابیتی هم نداره. و جذابیت یک مرد یا یک زن فرقی نمی کنه، در گروه قدرتشه. شما بدون قدرتتون هیچی نیستین. شما از آدمهای ضعیف خوشتون میاد اگرم تهش دلتون براش بسوزه، وگرنه هیچ وجه مشترکی با اون آدم پیدا نمی کنید. تهش اینه که بگین آخه چقدر ناراحت کننده، ولی هیچ وقت فردی نیست که شما بخواین زندگیتون رو با اون فرد ادامه بدین. شما اگر به معنای واقعی نیازمند یک فرد دیگه ای باشین، اون آدم اصلا مهم نیست، پارتنرتونه، بچه‌تونه، مادرتونه، پدرتونه، نزدیکترین کسیتونه، اون آدم به خودش اجازه میده که هر طور که بخواد با تو رفتار کنه، حتی به خودش اجازه میده که بی احترامی بهت بکنه، حتی اجازه میده به خودش که تو رو نادیدت بگیره، اگر که واقعا تو نیازمند واقعی اون فرد باشی. و الان که دارم نکته رو بهتون میگم، خیلی از مردها این قوانین رو بلدن، این بازی رو از برن، کاری میکنن که شما از هر بابت به اونها نیاز پیدا کنید. نیاز واقعی یعنی چی؟ میان به شما پول میدن و به شما میگن که نباید کار کنید. چرا؟ به نظر شما چرا همچین اتفاقی میفته؟ که تنها راه برآورده کردن نیازهای تو خودش باشه. پس مهمه که همیشه تو راهی هر چند کوچیک برای کسب درآمد داشته باشی. از لحاظ احساسی کاری با تو میکنن که خیلی از زنها وقتی از یه رابطه میان بیرون میگن دیگه نمیتونم عین اینو پیدا کنم، دیگه نمیتونم با کسی برم آشنا بشم و به این درجه از صمیمیت برسم. چرا؟ چون اینها تمام تمرکزشون رو این بوده که هر جور شده کنترل ذهن، رفتار و عملکرد شما رو توی دست بگیرن. پس مهمه که تو یه قدم جلوتر باشی. درسته که من به تو احساس نیاز دارم ولی نیازمندت نیستم. مورد بعدی اینه که هیچ وقت بیش از اندازه به یک مرد نچسبید. همیشه به اون فردی که توی زندگیتون هستن، کسی که داره باهاتون زندگی میکنه، همیشه یه فضایی باید ایجاد کنید که اون فرد توی تنهایی خودش باشه و فرصتی پیدا کنه که به تو فکر کنه.
تمام بازی‌های روانی که تحت عنوان اینکه چیکار کنم یه مرد دلتنگم بشه، چیکار کنم یه مرد قدرمو بدونه، چیکار کنم بهم ارزش بده، چیکار کنم فلان کارو برام انجام بده، تمام اینها تحت این عنوان که من بدونم کی حضور باید داشته باشم و کی حضور نباید داشته باشم میتونم برات خلاصه کنم. این که تو به عنوان یک زن بدونی که باید به اندازه باشی، اگر به یک مرد بیش از اندازه بچسبی و تمام کارها و نیازهای اون رو برآورده کنی، در واقع تو خودتو موجودی بی‌ارزش تلقی میکنی و این یه واقعیته. فکر نکنید هر چقدر که بیشتر سرویس بدین و هر چقدر که بیشتر تنهایی یک فرد رو پر کنید در جایگاه بالاتری قرار میگیرین. پس لازمه که بدونین بعد از حضورتون کمی به عقب برین، بذارین راجع به شما فکر بشه، بذارین یک سری واکنش های شیمیایی که توی مغز اون فرد به وجود میاد کار خودش رو بکنه و احساس دلتنگی و نیاز دوباره بودن با شما در اون فرد به وجود بیاد، وگرنه اینکه من همیشه باشم در واقع مثل اینه که هیچ وقت نیستم. این نکته هم بدونین که این نکته هم در نظر بگیرین که نه اونقدر باشین که نادیده گرفته بشین، نه اونقدر نباشین که فراموش بشین. به اندازه بعد از هر چند قدم به عقب بردارین و هی این روند رو تکرار کنین. مورد بعدی غر زدن و شکایت کردن مکرره. بذارین من باهاتون رو راست باشم. ما چرا غر میزنیم یا شکایت میکنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم یک چیزی رو یا تغییرش بدیم یا از یه چیزی ناراضییم. از این دو حالت خارج نیست. مردها چه ویوی دارن وقتی که ما غر میزنیم؟ دقیقا ویوی که دارن همینه. صدا رو نمیشنون، فقط میبینن یه نفر دارن داره حرف میزنه. بعد فضایی که به وجود میاد یک فضای آلوده، سمی و منفیه. و اون فرد چیکار میکنه براتون پیش اومده؟ میذاره در میره، شما رو نادیده میگیره، میگه بذار من برم این هر وقت قرش تموم شد دوباره برمیگردم ببینم چی میگه. یعنی در واقع مشکلی حل نخواهد شد تا زمانی که شما شیوتون رو عوض کنین. خب چطور شیوهمو عوض کنم؟ 1. قر نزن. 2. شکایت نکن، چون فایده ای نداره. تو باید دست بذاری رو چیزهایی که تحت کنترل خودتن، رفتاری که تو میتونی نشون بدی، نه رفتاری که اون داره و تحت کنترل تو نیست. چون در نهایت تا میبینه یکم فضا سنگینه، دومش رو میذاره رو کولش، در میره و تو هم عصبانیتت که فروکش کردی دوباره میاد و دوباره تغییری هم به وجود نیومده. کاری که اینجا تو میکنی شرطی سازیه. شرطی سازی از طریق 3 عامل ما میتونیم انجام بدیم. یکی تقویته، یکی تشویقه، یکی تنبیهه. اگر اون فرد کاری رو یک بار برای تو انجام داد و تو میخواستی بارها و بارها اون رفتار توی اون فرد انجام بشه، تو باید اون رفتارش رو تقویت کنی. چطوری؟ مثلا یک بار حالا برای تو لطف کرده، گل خریده، ولی دیگه این کارو نکرده و تو به جای اینکه بشینی غر بزنی که تو اصلا برای من گل نمیخری، برو فلانی رو ببین واسه دست گلای میخره، میتونی با یادآوری کردن اون لحظه‌ای که برای تو گل خریده بود شروع کنی به تقویت کردن اون رفتار توی اون آدم. مثلا میتونی بگی که یادت اون روز که برای من اون گلای به اون قشنگی رو خریدی؟ من اون روز تا شب حالم خوب بود، چقدر رفتارت قشنگ بود، چقدر مورد پسندم بود. شما به صورت ناخودآگاه دارین رفتار اون آدم رو تقویت میکنین و مطمئن باشین بار دوم، بار سوم با تقویت کردن این کار شما اون رفتار ازش سر میزنه. کار بعدی اینه که شما یک رفتاری از اون فرد میبینین که به هیچ عنوان مورد قبولتون نیست. اینجا به جای اینکه شروع کنین به غر زدن و شکایت، میتونین اون آدم رو تنبیه کنین. چطور؟ با چیزهایی که تحت کنترل توه. تو میتونی یک سری از عاملهایی رو که اون آدم دوست داره و اون آدم روش نقطه ضعف داره کاری بکنی که تنبیه بشه. من این عامل رو حذف میکنم بدون این که تو متوجه بشی و تو به خاطر اینکه این چیز رو دوست داشتی تنبیه میشی چون الان وجود نداره. یا اینکه یکم تنبیهتون اگه بخواد دوزش بالاتر باشه که به صورت کامل اون آدم رو بابت اون رفتاری که کرده مجازات میکنید و دقیقا میتونین همون رفتاری که با شما کرده یکم تو دوز پایین تر انجام بدین که شدت و
زشتی کارش رو متوجه بشه. مورد بعدی اینه که زمانی که پیش پارتنرتون هستین و میخواین یه اوقاتی رو با هم بگذرونین، دست به گوشیتون نزنین. یعنی این موردیه که اعصاب همه رو خورد میکنه، ولی اعصاب این آدم رو بیشتر خورد میکنه. تصور کن من اومدم پیش تو، یا تو اومدی پیش من، یا رفتیم بیرون، یا الان وقتیه که میخواییم با هم بگذرونیم. تایمیه که من و تو باید بیشترین عشق رو به هم بدیم، از بودن در کنار هم لذت ببریم. ولی من چیکار میکنم؟ من دائم هی گوشمو چک میکنم ببینم کسی به من زنگ نزده، کسی به من پیام نداده. مهمترین کسی که میتونسته به من زنگ بزنه یا پیام بده الان جلو رومه و من باید از بودنش لذت ببرم. ولی اینکه همش هی گوشمو چک کنم ببینم کسی به من پیام داده نداده، برم هی تو صفحه‌های مجازی دنبال اینجور چیزها باشم، اعصاب اون آدم رو خورد میکنه، حتی اگه به روتون نیاره. و این کار میتونه صدمه و لطمه بزرگی به اون روابطتون بزنه. لطفاً وقتی که با افرادی هستین که دوستشون دارین، خانوادتونه، رفیقاتونن، پارتنرتونه، این گوشی رو بذارین کنار. از اون گوشی سودی به شما نمیرسه. شما تمام تمرکزتون رو این باشه که لحظه های خوبی رو با اون آدم بگذرونین و به وجود بیارین. اینکه من اگر دائم سرمو ببرم توی گوشی، نشون میدم که از بودن در کنار تو لذت نمیبرم و این حس بدی به اون آدم منتقل میکنه و این حتی میتونه رابطه شما رو هم به هم بریزه. مورد بعدی اینه که تحت هیچ شرایطی بی احترامی نکنید. میدونم بعضی وقتا یک سری دعواها، یک سری مسائل پیش میاد که دوست داری اصلا طرفو بکشی، تعارف که نداریم، ولی بی احترامی نکنید. یعنی هیچ جوره بی احترامی کردن توجیهی نداره. اینکه من یهو به خاطر اون شدت احساسات و هیجانات و عصبانیتی که اون لحظه به من غالب شده، چشامو ببندم و هر چی از دهنم در میاد به اون آدم بگم. پاک نمیشه از ذهن اون فرد، اینو در نظر بگیرین. و اینکه دشمن جذابیته، یعنی شما تمام اون جذابیت، تمام چیزی که تا الان کاشته بودین و یهو میزنین داغون میکنین. تو باید همیشه یه قدم جلوتر از احساساتت وایستی، یعنی کنترل داشته باشی، جوری نباشه که احساساتت تو رو کنترل کنن. چون اگر غیر از این باشه، قدرت، جذابیت و عامل موفقیت تو داری میدی میره. باید تمرین کنی، باید خونسردی تو حفظ کنی. و توی این موقعیت اگر که طرف مقابل داره به شما بی احترامی میکنه، شما سکوت کنید و فقط نگاش کنید. بعدش که این عصبانیت تموم میشه، بعدش که این داستانا تموم میشه، اون وقت شما هر کاری که صلاح میدونین و لازمه که با اون فرد بکنید انجام بدید. و مطمئن باشین پشیمون میشه و مجازاتی براش در نظر بگیرید حتما. اینو بگم، ولی اون لحظه سعی کنید که به خاطر اون احساساتی که یک باره به شما غالب میشن بی احترامی نکنید. چون دوباره این آدم دوباره قراره 2 دقیقه بعد، 2 ساعت بعد، 1 روز بعد دوباره با این آدم هم پیاله بشین. بعد اون وقت آها، اینا چی بوده بهش گفتی؟ و مورد آخر اینه که پارتنرتون رو با هیچ مردی مقایسه نکنید، حتی اگر اون مرد بدترین مرد روی زمین باشه. کسی که الان توی زندگی شماست و شما پذیرفتین که این آدم توی زندگیتون باشه، وقتی شروع میکنین به مقایسه کردن، این هیچ کمکی به رابطه شما نمیکنه. تنها احساسی که به اون فرد میدین اینه که من کافی نیستم، من بیارزشم و مرد نیستم. و اگر مردی این احساسها رو نسبت به خودش داشته باشه، نمیتونه مرد خوبی برای شما باشه و رو میاره به تنهایی و گشتن دنبال منبعی که این اعتباری که شما بهش ندادین و ازش گرفتین رو یکی دیگه اون بیرون بهش بده. و زمانی که اعتبار رو اون بیرون دریافت کنه، از شما متنفر میشه، بدش میاد. اصلا خود تو، یه نفر تو رو مثلا با یکی دیگه مقایسه کنه، چقدر پدر مادرمون این رفتار رو با ما کردن و ما بدمون اومد، از اون آدم بدمون اومد، از همه بدمون اومد. و همونطور که گفتم، اگر میخواییم ویژگی توی اون مرد به وجود بیاد، شما با مقایسه کردن، تحقیر کردن، غر زدن، اینها نمیتونیم به وجود بیارین. پس بهتره که روش‌های دیگه‌ای رو امتحان کنین. مثلا اینکه به اون فرد احساس خوبی بدین، احساس کافی بودن بدین، احساس با ارزش بودن بدین، اون
اون کارهایی که داره برات انجام میکنه همونها رو ببینی و تشویقش کنی. در این صورتی که تو میتونی از یک مرد بهتری بسازی، ولی با مقایسه کردن از یک مرد بدتری میسازی. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین، امیدوارم که لذت برده باشین. دوستتون دارم، توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدافظ.